یه 4-5 تا سیب زمینی داری؟ اگر داری حتما پاشو این دستور رو درست کن که فوق‌العاده است. کوچیک و بزرگ عاشقش میشن. دوستان سلام، سپاسگزارم این ویدیو رو برای تماشا کردن انتخاب کردید. امیدوارم سلامت باشید و دلتون خوش باشه. بریم که با هم همراه باشیم. در صورت تمایل میتونید اندازه ها رو کم و یا زیاد کنید، اما توصیه میکنم که زیاد درست کنید چون کم میاد. واقعا دوستان انقدر خوش خوراکه و همه پسند که مطمئن باشید سرش دعوا میشه. برای درست کردن این دستور نیاز به این داریم که سیب زمینی ها رو خلالی کنیم، یا از این مدل وسیله ها که یه نوع پوسکن هستن و چند سره هستن میتونید استفاده کنید، و یا از رنده که من این رنده خیلی قدیمیه و مادرم تو وسایلم گذاشته بودم، با خودم آوردم و همه جا هستش. بارها هم توی دستورات دیدید استفاده میکنم. و سیب زمینی هایی که پوست گرفتم یه دور شستم، در ادامه هم قرار شسته بشه، ولی خب هرچقدر نشاسته هی مرحله مرحله کمتر کنیم کار تمیزتر پیش میره. سیب زمینی هایی که پشت رنده جمع میشه رو میگیرم و پشتش رو خالی میکنم تا سیب زمینی ها خرد نشه و باریک و بلند رنده بخورن. هر چقدر بتونیم در این مرحله سیب زمینی ها رو یک دست و یک اندازه رنده بزنیم، در ادامه کار سیب زمینی ها در روغن منسجم میشن و سیب زمینی خرد کمتری در روغن شناور میشه. کاسه رو پر از آب میکنم و چندین بار چنگ میزنم که همه نشاسته ها از سیب زمینی جدا بشه و 2-3 بار زیر آب شیر خوب اینها رو میشورم. طی این چند سال چند باری خدمتون عرض کردم دوستای محترم، برای داشتن سیب زمینی های ترد و برشته تر و سریعتر سرخ بشن و روغن کمتری به خودشون بکشن، سیب زمینی های زرد انتخاب کنید. این مدل سیب زمینی ها فوق العاده خوشمزه تر هستن و ترجیح فست فودی ها قرار گرفتن. بعد از شستشو چند دقیقه داخل سبد موند و آب اضافه رفت و سپس به داخل یک کاسه انتقال میدم. در این مرحله برای گرفتن آب اضافه سیب زمینی ها فشردشون نکردیم. نمک 1/2 قاشق غذاخوری، نشاسته 5 قاشق غذاخوری، که یکی دو تا از این قاشق ها من نگاه کردم سرخالی بودن، یه نصفه دیگه مجدد اضافه کردم. 5 تا سیب زمینی درشت استفاده کردم، پس 5 تا قاشق غذاخوری پر نشاسته استفاده میکنم. نشاسته ذرت استفاده کردم. سپس برای 3-4 دقیقه زمان بذاریم و مواد رو با همدیگه خوب هم بزنیم و مخلوط کنیم. دقیقاً از زمانی که شروع می‌کنیم به هم زدن، اگر توجه کنید متوجه میشید هر چقدر سیب زمینی‌ها بیشتر با نشاسته و نمک هم می‌خورند و مخلوط میشن، بیشتر و بیشتر حجمشون کمتر میشه. مثل چند دقیقه پیش شاید ظاهر خیلی سفت و محکم و صاف و صوفی نداشته باشن، اما برعکس وقتی سرخ میشن به شدت برشته هستن. خب سطح روشون رو با نایلون خوب بپوشونیم که قسمتی بازنمونه و هوا نگیره و تیره نشه، و 1-20 دقیقه زمان بدیم. تا بوده و هست سیب زمینیه و سس کنارش. خب بریم که یک دیپ سس خوشمزه رو با هم همراه باشیم. مقداری روغن و یک حب سیره رنده شده و یا 1/2 قاشق غذاخوری کمتر از کنسرو سیر برداشته و سیر رو تفت بدیم. تا الان آموزش سس‌های بسیار خوشمزه و متنوع سنتی و خونگی و کارخونگی و رستورانی رو خیلی به اشتراک گذاشتم و بازدیدهای زیادی خورده و خوشحالم اینقدر راضی بودید. لینک ها رو باز میذارم برای دسترسی راحت‌تر دوستان که ندیدن.
بعد از سفت کافی سیر که یه مقدار سبک شد و کمی رنگش برگشت، پوره گوجه، 5 عدد گوجه که پوست گرفته شده و به حالت پوره در آوردیم رو اضافه کردیم، کمی تفت داده، شکر، 1/2 قاشق چایخوری کمتر، شیری نمیشه خیالتون راحت، نمک، تقریبا 1/2 قاشق چایخوری، خودتون تنظیم کنین نمکش رو، و فلفل قرمز پول به ترکی 1/9 قاشق چایخوری، فلفل سیاه 1/9 قاشق چایخوری کمتر، و زردچوبه خیلی کم، نمیخوایم عطر زردچوبه خیلی مشخص بشه، و یه مقدار هم آویشن، زیاد نمیریزیم که طعمش رو سنگین نکنه و به تلخی هم نزنه. نمکی که به سیب زمینی اضافه کردیم در این حد که طعمدار بپزن. اینجا هم که سس طعمدار و خوشمزه و کم نمکی داریم که روی هم تکمیل میکنن همدیگر رو. نمک زیاد نزنیم، نه اینکه شور بشه ها، سنگین نشه، یه طعم سبک میخوایم دوتاشون با هم داشته باشن. از اونجایی که یه مقدار این سس ها رو تند و تیز میکنن، یه فلفل سبز و جعفری تازم 1 قاشق غذاخوری اضافه کردم و سرکه سیب استفاده کردم 1 قاشق مرباخوری، سرکم طعمش سبکه، اگر طعم سرکه شما سنگینه 1 قاشق چایخوری کافیه، چون مقدار پوره گوجه زیاد نیستش. طعم سس رو چک میکنم و کنار میذارم. حدود 20-25 دقیقه ببینید چه آبی انداختن. خب من چون تهیه سس رو فیلم برداری کردم کمی زمانم بیشتر گذشت. نرم شدن، آهارشون به اصطلاح کامل شکسته. در این فاصله زمانی نشاسته تهنشین شده. قبل از اینکه بخوایم به سیب زمینی ها فرم بدیم، باید یه مقدار چنگ بزنیم و دوباره نشاسته رو با سیب زمینی ها مخلوط کنیم و سپس به این شکل فرم بدیم. خیلی راحت و بی درد سر، ولی نتیجه به شدت عالیه دوستان. به اندازه 1 گردو کمی بیشتر از سیب زمینی ها برداشته و بین دستامون خوب فشار بدیم و آب اضافه سیب زمینی ها رو بگیریم و به این شکل که ملاحظه میکنید منسجمشون کنیم. اصلا نگران نباشید، به این شکل سیب زمینی ها رو داریم منسجم میکنیم، بعد وسطشون خام بمونه و نپزه و یا خمیر بشه. نه، دقیقا طبق نکات پیش برید، مطمئنم از نتیجه شگفت زده میشید. فوق العاده است. ظرف گودی یا مثل من مثلا شیرداغ کن رو انتخاب کرده و به اندازه 3 بند انگشت حدودا روغن ریخته و با حرارت متوسط رو به کم بذاریم که روغن خوب داغ بشه. به یک بار با حرارت زیاد روغن رو داغش نکنیم، چون در طول کار سریعتر روغن میسوزه و بوی روغن بلند میشه و از کیفیت روغن کم میشه. سیب زمینی هایی که آماده کردیم رو به همون شکل فشرده به داخل این روغن داغ انتقال بدیم، با حرارت متوسط اونها رو سرخ کنیم، اما دقت کنیم روغن از داغی نیفته. تا به رنگ طلایی روشن هستن سرخ کنیم، بیشتر لازم نیست، تیرشون نکنیم، این مدلی خوشمزه تر هستن، و یه مقدار صبر کنیم روغن اضافه بره و سپس روی 5-6 لایه دستمال کاغذی حوله‌ای بذاریم که کامل تمام روغنی که کشیدن رو پس بدن. در سرخ کردن عجله نکنید، تقریبا هر کدوم باید حدود 3-4 دقیقه زمان بدید که خوب سرخ بشن، ترد و برشته بشن، نه اینکه خیلی تیره بشن، و وقتی که به این شکل زمان بدید تا 2 روز بعدم بمونن تردی خودشون رو حفظ میکنن. اما اگر با حرارت زیاد و در زمان کوتاه سرخشون کنید، درسته که ترد و برشته میشن، اما سریع هم نرم میشن. تقریبا میشه گفت همه رو من دیگه سرخ کردم، ولی رنگ روغن رو ببینید همچنان روشنه. مقدار روغن کمتر شده، روغن کشیده شده، اما رنگ روغن همچنان روشن هستش.
ظرف نهایتا یک ساعت شما میتونید این خوشمزه ها رو درست کنید و یک ضیافت به راه بندازید. هم میتونید به این شکل همراه با این دیپ سوسی که آماده کردیم به عنوان یه عصرانه یه سبک در روزهای بلند تابستان و یا حتی این بار خواستید برای کنار مرغ سیب زمینی سرخ کنید، مثل همیشه درست نکنید، این مدلی درست کنید. ببینید مرغاتون اضافه میاد دیگه، مرغ کسی نمیخوره، همه چنگی سیب زمینی ها میخورن، باور کنید، قول میدم بهتون. روی چند لایه دستمون کاغذی گذاشتیم و تمام روغن رو کشیدیم و اصلا روغنی نیستن، فقط به 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 این ظاهر خوشمزه و دلبر و خوش رنگ. بریم صدای تردیش رو بشنویم. واقعا عذرخواهی میکنم ولی لازمه که بهتون بگم چه کیفیتی داره تا پاشید همین الان درست کنید، انقدر فوق‌العاده است. و بریم یه دونه دیگه صداشو بشنویم. ظاهر تک تکشون با آدم صحبت میکنه، مگه میشه کسی سیب زمینی به این تردی و برشتگی و خوشخوراکی رو دوست نداشته باشه؟ همطور که با هم همراه بودیم، خیلی اقتصادی و با مواد کم در زمان کوتاه نتیجه عالی داریم که برای عصرانه همراه با عزیزان یا مهمانمون بخوایم اینها رو سرو کنیم، شما نگید الان به خاطر این ظاهر حرفه‌ای و بافت بسیار متفاوت و فوق‌العاده طعم خوشمزهش فکر می‌کنن چقدر زحمت داشته و چقدر دنگ و فنگ داشته. و بهتون قول میدم هر یه دونه که نوش جان کنن میگن وای چقدر خوشمزه است، اینو چطور درست کردید؟ قدردان اعتمادتون هستم. اگر آموزش‌ها براتون مفیده و میپسندید سپاسگزار میشم با لایک و اشتراک گذاری از فعالیتم حمایت کنید. خدا نگهدار هممون.